تا برون شدی به تماشای ماه نو، از ماه ابروان منت شرم باد رو. تخم وفا و مهر در این کهنه کشت زار، آنگه عیان شود که بود موسم درو. آمدن ماه نو خبر از گذشته عمر است، و در کشت زار کهنه دنیا آیا بذر وفا و محبت را رویانده ایم یا نه؟ این به هنگام درو عیان می شود. به این فکر افتادم که امروز درباره آشنایی زدایی در شعر سخنی بگویم. ایمیج یا صور خیال تصویر تغییر شکل یافته است از اشیا یا پدیده ها که در ذهن و پندار شاعر مجسم می شود و شاعر آن را بر پایه عاطفه به گونه ای احساس می کند که با واقعیت های ادراکی تفاوت دارد. علم متکی بر واقعیت های ادراکی است و هنر متکی بر عاطفه و احساس در استدراک است. اصولا ایمیج جوهر اصلی هر اثر هنری و از عناصر تشکیل دهنده شعر است. هنر اندیشه ورزی و تفکر از طریق ایمیج یا صور خیال است و یکی از هدفهای هنر و هر کار هنری مانند شعر تغییر شکل در واقعیت و ایجاد آشنایی زدایی است. و در نقد ادبی نخستین بار این مفهوم رو ویکتور شکلوفسکی، نویسنده و منتقد روسی، مطرح کرد که از چهره‌های سرشناس فرمالیسم یا مکتب شکل‌گرایی است. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اون چه باعث تأثیرگذاری این بیت و تثبیت اون در ذهن ما شده، علاوه بر قالب و مفهوم، شاعرانگی است. یعنی چیزی که مرز زبان شعر و زبان معمولی را مشخص می‌کند. هلال ماه که شب اول ماه، یا به قول حافظ هر سر مه عیان می‌شود، یادآور تاج پادشاهان چون ماه است. شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان از افسر سیامک و ترک کلاه زو. سیامک پسر کیومرث و زو پسر تهماسب از پادشاهان پیشدادی بودند و ترک کلاه زو اشاره به هر یک از 6 یا 8 ترک هلالی شکل کلاه شاه است که به هم دوخته می شود. کلاه درویشان هم ترک دارد. عطار می گوید در کلاه فقر می باشد 3 ترک: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. ترک در حیاتی هم به کار می رود. دامن 4 ترک یا 8 ترک زمانی مند. تکیه بر اختر شب دزد مکن، کین عیار تاج کابوس ببرد و کمر کیخسرو. اختر طرار و شب رو به عیار، کابوس ها و کیخسرو ها را با ربودن تاج و کمربندشان شهمات می کنند. باری شاعر از راه ادراک و شهود حس قریبی نسبت به یک چیز یا یک مفهوم پیدا می کند
راز و رمز آن حس را کشف می‌کنم. آن حس را با دمیدن روح تخیل و با پوشاندن جامه شعر از عالم تجرید رها و در کالبد زبان بازآفرینی می‌کند و به این ترتیب از راز آن حس غریب پرده برمی‌دارد. منظورم از بازآفرینی بلقوگی و نهفتگی شعر در زبان است، همان گونه که هر تندیسی، هر ونوسی به قول میکلانج در سنگی پنهان است و سنگ تراش فقط آن تندیس را از سنگ بیرون می آورد و آفرینش آن را نمایان می کند. و شاید هر اثر هنری مصداق همین باشد. و شعر افشای آن حس قریب شاعر است نسبت به چیزها و مفاهیم، به گونه ای که او ادراک کرده و نه آن گونه که قبلاً می دانسته یا می شناخته است. در واقع شاعر از چیزها یا مفاهیم فاصله می گیرد و آنها را از دور نگاه می کند و برای بیان احساس خود هنجارهای آشنای ذهن را به هم می ریزد. حریم طبیعی زبان و معیار متداول و همگانی گفتار را می شکند و زبان معمولی را به زبان شعر تبدیل می کند. ذهن شاعر و اصولاً ذهن هنرمند به نیروی تخیل مفاهیم و اشیا را برهنه از معنی و جدا از بافت معلوفشان می بینند. روابط پنهانی آنها رو کشف یا ابداع می کنند. از طریق استقرا و نیز از طریق قیاس یا آنالوژی چیزی را در می یابد که پیش از او در نیافتند و این به گونه خود به خودی و نه دل بخواهی و اختیاری یا ارادی یا اجباری یا فرمایشی صورت می گیرد. تشبیه و استعاره و مجاز در شعر نتیجه در هم ریختگی عادتها و خود به خودیهای درک و دریافت و زاییده نیروی تخیل و آفریده ذهن شاعر است. مثلا حافظ سپهر گردون را دریای سبز می خواند و هلال ماه نو را کشتی می بیند و همه را مغروق دریای نعمت حاجی قوام می داند. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. حاجی قوام وزیر دارایی ابو اسحاق و از دوستان حافظ بوده است و این بیت معروف که مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، دستاورد آشنایی زدایی حافظ به معنای درست کلمه است و آسمان آبی و هلال ماه را به گونه دیگری به ما می نمایاند. آسمان آبی مزرع سبز فلک است و هلال ماه داس است. شاعر نسبت به آسمان آبی و هلال ماه آشنایی زدایی کرده است و صحنه عالی شاعرانه ای را با جزئیاتی که در واقعیت‌های آشنای ذهن وجود دارد خلق کرده است. خرمن ماه و خوشه پروین را در آن مزرعه دیده است. گویی آسمان را آینه‌ای دیده که عکس زمین در آن افتاده است.
این یک ایماج است که ما را از قید نگاه های مأنوس بیرون می کشد. ما با پیروی از آن حس قریب، پیروی از روح تخیل و نگاه شاعر نسبت به تصویر معمولی آسمان آشنایی زدایی می کنیم و گویی برای نخستین بار آسمان را می بینیم. از نو می بینیم. چیز یا مفهومی که با آن آشنا هستیم برای من بیگانه می شود. این آشنایی زدایی است. آشنایی زدایی فرایند ادراک هنر رو دشوار می کنه. مثلا برای درک مفهوم یک تابلو نقاشی یا کاریکاتور ما مدتی با آن نگاه می کنیم که به مرز هنرمندانگی اون پی ببریم. به همین دلیل شعر تفسیر دارد. منظور مغلق بودن نیست، بازی با لغت نیست و روپوشی بر محتوای پوچ نیست. ممکن است فرم و زبان شعر هرچند آسان نماید ولی درک آن دشوار و نیازمند تفسیر باشد. شعر سعدی با همه سهل و ممتنع بودنش احتیاج به تفسیر دارد، چون اندیشه سعدی قابل تفسیر است. نگاه و جهانبینی سعدی قابل تفسیر است و این دشواری فرایند ادراک خود جنبه ای از زیبایی و زیبایی شناسی است و کسانی که هنر رو درک می کنند اندیشه و احساس و ذهن اونها به تخیل و رویای هنرمندانه نزدیکی و یا قابلیت نزدیک شدن به تخیل رو داره و آنها که با هنر بیگانه اند موسیقی را نمی فهمند و از شعر خوششان نمی آید و از دیدن شگفتی های هنری شگفت زده نمی شوند، هنر رو درک نمی کنند، ذهنشان گرفتار مادیاته و معمولا چنین ذهنهایی به تخیل و رویای هنرمندانه راه نمی یابند. نظامی در لیلی و مجنون برآمدن روز را چنین توصیف می کند: چون صبح دم آفتاب روشن زد خیمه بر این کبود گلشن، سیاره شب پر ارغوان شد، بر دجله نیلگون روان شد. منظور نظامی از دجله نیلگون آسمان و منظور از سیاره شب خورشید است که به افق مشرق رسیده است. نظامی آسمان را دجله نیلگون می‌بیند و حافظ آسمان را مزرع سبز می‌بیند. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. مزرع سبز فلک این مزرعه جهان است، این کهنه کشتزار سبز سپهر گردون، و در مزرعه این جهان آنچه را کشته ایم درو می کنیم. زمان مانند داس به سرعت می برد و عمر ما را درو می کند. سعدی در بوستان در باب نهم می گوید: مکن عمر ضایع به افسوس و حیف، که فرصت عزیز است و الوقت سیف. ضرب المثل عربی است، وقت سیف قاطع است. سیف یعنی شمشیر و زمان به سرعت و قاطعیت عبور می کند و می گذرد و مانند شمشیر هر دم گذشته را از آینده جدا می کند. شمشیر بران زمان. آسمان گو مفروشین عظمت کندر عشق، خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو.
یعنی آسمان با این همه ادعا و غرور و بالانشینی نمی داند که در بازار عشق خرمن ماه او یک جو و خوشه پروینش دو جو می ارزد. بد نیست بگویم که جو حداقل وزن است. دو جو یک تسوج است. یک جو نیم تسوج است. یعنی در بازار عشق خرمن ماه فلک نیم تسوج یا به جوی و گردن بند سریای او یک تسوج یا به دو جو می ارزد. به هر حال تصویر مزرع فلک و داس مه نو رو پیش از حافظ امیر معزی شاعر قرن پنجم و ششم هجری به کار برده بود. گردون چو مرغزار و درو ماه نو چو داس، گفتی که مرغزار همی بدرود گیا. دو قرن پیش از امیر معزی هم این ایماج را ابن معتز شاعر عرب در قرن سوم قمری در شعرش به زبان عربی به کار برده بود که ترجمه فارسی آن این است: هلال ماه چون داسی از نقره است که از تاریکی شب نرگس درو می کند. حافظ بسیاری از صور دلانگیز خیال و مضمون‌های زیبای هنری رو بیان که تقلید کند از شاعران پیشین وام می گیرد و صور خیال ارزششون در بار عاطفی آنهاست. مهم این است که شاعر با روبرو شدن با عنصر خیال در شعر شاعر دیگر، کامپیوتر ذهنش هنگ نکند و آن تخیل دیگری در ذهن او فریز نشود. فرق شاعر با خواننده معمولی شعر همینجاست. و در عصر ما هنگامی که نوبت به فریدون مشیری میرسد، او نیز به مزرعه فلک می نگرد. مزرعه‌ای که دیگر سبز نیست، مزرعه خشک فلک است و نیاز به باران دارد، باران عشق. دود در مزرعه سبز فلک جاری است، تیغه نقره داس مه نو زنگاری است. وانچه هنگام درو حاصل ماست، لعنت و نفرت و بیزاری است. از پس پرده عشق خیره در مزرعه خشک فلک می نگرم. می بینم در دل شعله و دود می شود خوشه پروین خاموش. پیش خود می گویم عهد خود رایی و خود خامی است. عصر خون آشامی است که درخشنده تر از خوشه پروین سپهر، خوشه اشک یتیمان ویتنامی است. خوشه اشک یتیمان ویتنامی است.